بریم سراغ اصل کار مجازی مکمل. در اصل کار مجازی مکمل در واقع متفاوت از حالت قبلی در واقع ما در نظر میگیریم. از این جهت عرض بکنم که متفاوت در واقع در قسمت قبلی ما تغییر میدان جابجایی رو ما داشتیم با ثابت بودن نیروی خارجی. یعنی مثلا ما فرض کنیم میگفتیم انتگرال بی در دلتا یو دی والیوم، یعنی اون نیروی خارجی، اون در واقع بادی فورس رو ثابت نگه می‌داشتیم و می‌خواستیم تعادل جس رو بررسی کنیم، اون تغییر مکان رو روش وریشن می‌زدیم یا جابجایی مجازی می‌دادیم، دقت می‌کنید؟ ولی اون نیروه رو در واقع ثابت نگه می‌داشتیم، مثل همون انتگرال تی دلتا یو دی اس هم همینطور بود. اینجا بالعکس در واقع عمل می‌کنیم، در واقع میایم وریشن رو یا اون اپراتور دلتا رو میایم روی نیروها اعمال می‌کنیم و جابجایی ها رو در واقع ثابت نگه می‌داریم، برعکس اون قبلی در واقع ما کار خواهیم کرد. در واقع این حرفی که من زدم بایستی به معادله 85 برسید، یعنی اون معادلاتی که قبلا داشتیم، معادلات تعادل و معادلات کوشی، حالا بایستی به صورت معادله 85 نوشته بشه، یعنی بشه دلتا تای آی و جی کاما جی بلو دلتا بی آی مساوی 0 روی والیو روی حجم و دلتا تای آی جی وی جی برابر با دلتا تی آی وی، در واقع که این رو به این صورت ما بایستی در نظر بگیریم. خب با این توصیفات در واقع کار مجازی مکمل رو تعریف میکنیم، یعنی دلتا دبلیو استار رو به صورت معادله 86 تعریف میکنیم که دلتا دبلیو استار خواهد شد انتگرال یو دلتا بی دی والیوم. میبینید دیگه اینجا وریشن این دفعه روی بی زدیم. تو دفعه قبلی انگار داشتیم میگفتیم که در واقع تعادل رو داریم بررسی میکنیم با یک جابجایی مجازی که رو سیستم اثر میدیم و میبینیم کار اون نیروها در اثر اون جابجایی مجازی برابر استش با کار اون نیروهای داخلی، در واقع اون حرفی که حالا تو قسمت قبلی تو بحث اصل کار مجازی زده شد. اینجا حالا تو اصل کار مجازی مکمل داره برعکسش گفته میشه، یعنی میگه حالا یوها رو ثابت نگه داریم و بیایم نیروها رو در واقع افزایش بدیم و وریشن رو روی نیروها بیاریم و بعد کار مجازی مکمل رو حساب کنیم و ببینیم نتیجه چه خواهد شد در واقع. پس اینجا داره بالعکس اون دفعه قبلی در واقع اتفاق میفته، یعنی به جای اینکه روی جابجایی ها تغییر بدیم، اینجا روی نیروها داریم این کار رو انجام بدیم. پس کار مجازی مکمل رو به صورت معادله 86 در واقع تعریف میکنیم و حالا با توجه به اون در واقع رابطه‌ای که نوشته شده، این رابطه انتهایی هم کاری که قسمت قبلی هم انجام میدادیم، میایم و این رابطه انتهایی رو با استفاده از در واقع رابطه کوشی به این صورت می‌نویسیم. رابطه اول رو که دست نمیزنیم، همجوری نگهش می‌داریم. رابطه دوم رو با استفاده از رابطه کوشی به این صورت می‌نویسیم. بعد با استفاده از قضیه گوس هم میایم به این صورت در واقع تبدیلش می‌کنیم و در واقع انتگرال روی سطح رو به انتگرال روی حجم در واقع تبدیلش می‌کنیم که این دو تا حالا انتگرالی که تو این خط سوم رابطه 87 ایجاد شده رو می‌تونیم به فرمی که اینجا شما مشاهده می‌کنید بنویسیم، یعنی این در واقع مشتق نسبت به مختصه جیوم که اینجا ظاهر شده رو می‌تونیم بشکنیم به دو قسمت و به این صورت در واقع ما بنویسیم. حالا این رابطه انتهایی 87 رو اگر در نظر داشته باشید، این عبارت داخل کروشه، این اولین عبارت سمت راست در واقع رابطه معادله 87، این برابر با صفر خواهد شد. واضح هست با توجه به رابطه‌ای که توی اسلاید قبلی گفتیم و این رابطه باقی میمونه، این رابطه انتهایی که تو این رابطه هم یوی آی کاما جی رو به صورت اپسیلون آی جی به علاوه اومگا آی و جی می‌نویسیم و میشه اثبات کرد که اومگا آی و جی دلتا تای آی و جی برابر با صفر هست، به خاطر اون خواص متقارن بودن تاو و پات متقارن بودن اومگا. در نتیجه میتونیم در واقع به رابطه 88 برسیم که حالا عبارت سمت چپ 87 که باقی مونده، عبارت سمت راست بعد از ساده سازی ها رسیده به این رابطه آخری فقط دیگه که به جای یو آی و جی دلتا تای آی جی ما اپسیلون آی جی دلتا تای آی جی جایگزین کردیم. چون عرض کردم به جای یو آی کاما جی اینو جایگزین کنید، رابطه‌ای که اینجا مشاهده میکنید، و اگر این رابطه‌ای که اینجا نوشته شده، یعنی اپسیلون آی جی بله اومگا آی جی رو در دلتا تا آی جی ضرب کنید،
این اومگا آی جی دلتا تا آی جی رو میشه اثبات کرد که صفر هستن، مشابه بحثی که دفعه قبلی کردیم. در نتیجه میرسیم به رابطه 88 که خب رابطه 88 رو ما به عنوان اصل در واقع کار مجازی مکمل میشناسیم که اینجا در واقع معرفی شده. حالا بریم سراغ در واقع اصل انرژی در واقع پتانسیل مکمل کل به عبارتی، یا اصل انرژی مکمل کل، که حالا طبق تعریفی که قبلا داشتیم روند یو صفر استار به روند تا آی جی برای یک ماده الاستیک داریم قضیه رو بیان میکنیم، برابر هستش با اپسیلون آی جی. اصل کار مجازی، اصل کار مجازی مکمل گفتیم برای هر ماده برقرار، در واقع بحثی نیستش که مثلا فرض کنید ماده لزوما الاستیک باشه، اما اینجا این اصل انرژی مکمل کل رو داریم میگیم برای اجسام الاستیک، در واقع داریم اینجا بیان میکنیم که خب این روند یو صفر استار به روند تای آی جی رو به جای اپسیلون آی جی توی قسمت قبلی اینجا اگر جایگزین کنیم معادله 90 به دست میاد و واضح هستش که روند یو صفر استار به روند تای آی جی دلتا تای آی جی همون وریشن مرتبه اول یو صفر استار هست که در واقع نوشته شده، و باز مشابه قبل میایم تابع انرژی پتانسیل در واقع مکمل تابع انرژی پتانسیل رو تابع انرژی پتانسیل وی استار رو تعریف میکنیم که به صورت معادله 91 هست و وریشن مرتبه اول این تابع انرژی پتانسیل هم در واقع به فرمی که اینجا مشاهده میکنید رابطه 92 نوشته شده که اون وریشن رو، اون تغییرات رو روی نیروها ما در واقع اعمال کردیم. در نهایت میشه در واقع این رابطه 90 رو با توجه به نکاتی که من اشاره کردم به صورت معادله 93 نوشت، یا اگر یک پای استاری تعریف کنیم که در واقع انرژی پتانسیل کل مکمل باشه که مجموع یو استار به علاوه وی استار باشه، میتونیم بگیم که اصل انرژی پتانسیل در واقع مکمل کل در واقع به صورت رابطه 94 بیان خواهد شد که وریشن مرتبه اول پای استار رو برابر با صفر در نظر میگیریم، که انرژی پتانسیل کل هم تو رابطه 95 شما مشاهده میکنید که در واقع تعریف شده پای استار خواهد شد یو استار منهای انتگرال یو بی دی والیوم منهای انتگرال یو تی دی ای، که به صورت انرژی پتانسیل مکمل کل اینجا تعریف شده. خب بریم سراغ قضایای کاستیگلیانو که خب باش حتما کار کردید توی یه سری دروس کلاسیک مثل مواد مساله، اما خب اینجا ما اثباتش رو بیان خواهیم کرد. قضیه اول کاستیگلیانو و قضیه دوم کاستیگلیانو. خب جسمی که توی شکل 12 نشون داده شده در نظر بگیرید که خب در یک سری نقاط به تکیگاه اتصال داره و در یک سری نقاط هم در واقع تحت اثر نیروها یا گشتاورهایی هست، و تو اون نقاط، نقاطی که نیروها یا گشتاورها بهش اثر میکنه، نقاطی که نیرو داره جابجایی دلتا آی رو داشته باشه، فرض کنید جایی که یک نیروی نمونه داشته باشه نیروی کیو آی، جابجایی دلتا آی داشته باشیم، یا یک جاهایی که در واقع گشتاور کیو آی داشته باشیم، دوران تتا آی در واقع مد نظر قرار بگیره که میخوایم با استفاده از این در واقع پارامترهایی که اینجا داریم تعریف میکنیم میخواییم کار یا پتانسیل رو در واقع اینجا محاسبه کنیم. پس یک جسم الاستیک تحت اثر نیروهای گشتاورهای متفاوت و ما میخواییم در واقع اینجا انرژی پتانسیل کل رو به دست بیاریم. که انرژی پتانسیل کل خواهد شد انرژی پتانسیل داخلی سیستم که متغیرهای در واقع از دلتا آی ها هستند، به علاوه انرژی پتانسیل ناشی از بارهای خارجی که به صورت منفی کاری که انجام میدهد نوشته شده که بر اساس تعریف. در نهایت وریشن مرتبه اول این در واقع انرژی پتانسیل رو اگر بگیریم بر اساس اصل در واقع انرژی پتانسیل کل، ما میتونیم رابطه 97 رو بنویسیم. رابطه 97 که اینجا مشاهده میکنید دلتا 1 پای در واقع خواهد شد روند پای به روند دلتا آی دلتا آی مساوی 0، یا به عبارت دیگه اگر این دلتا 1 رو بیایم اثر بدیم روی این عبارت ها خواهد شد روند یو به روند دلتا آی در دلتای دلتا آی منهای کیو آی در دلتای دلتا آی مساوی 0، یعنی دلتا پای دلتا 1 پای رو اومدیم روی این عبارت در واقع تاثیر دادیم، اثر دادیم که شما اینجا مشاهده میکنیم صدر معادله 98، که خب
میتونیم از دلتا دلتا آی به عبارتی فاکتور بگیریم و به این صورت نوشته بشه، و چون این دلتا دلتا آی ها مستقل از همدیگه هستن، انگار متغیرهای مستقلی از همدیگه هستن، میتونیم بگیم که برای اینکه این رابطه 99 برقرار باشه بایستی عبارت داخل کروشه برابر با 0 قرار داده بشه، در نتیجه کیو آی برابر خواهد با روند یو به روند دلتا آی که معروف و مشهور هست به قضیه اول کاستیگلیانو، که ما میتونیم در واقع از این رابطه استفاده کنیم برای تحلیل استاتیکی تا بتونیم مجهولات رو محاسبه کنیم. قضیه دوم کاستیگلیانو که شاید معروفتر باشه و ما بیشتر البته ازش استفاده کنیم، در واقع معروف بودن رو از این جهت عرض میکنم که شاید ما قبلا بیشتر ازش استفاده کردیم. تو قضیه دوم کاستیگلیانو ما سراغ اصل انرژی در واقع مکمل کل میریم و در واقع تو این حالت میایم انرژی پتانسیل مکمل کل رو تشکیل خواهیم داد، پای استار رو تشکیل خواهیم داد، که این پای استار در واقع مجموع یو استار به علاوه وی استار هست، که وی استار خب این تعریفش مشخصه، منفی الان کاری که انجام میشه و وریشن مرتبه اولش رو هم که اینجا مشاهده میکنید و وریشن رو دقت داشته باشید که روی کیوی کا در واقع روی کیوها روی نیروها در واقع وریشن خورده، تغییرات خورده، و در واقع دلتا یک پای رو هم داریم که به صورت روند یو استار و روند کیو آی دلتا کیو آی نوشته شده، منهای دلتا کیو آی زده دلتا آی مساوی صفر، که در واقع حالا اگر از دلتا کیو آی ها فاکتور بگیریم رابطه 106 در واقع تشکیل خواهد شد، و مشابه قبل اگر دلتا کیو آی ها را مستقل از همدیگر بدانیم اون موقع بایستی به رابطه 107 برسیم که دلتا آی خواهد شد روند یو استار و روند کیو آی، که این معروف هست به قضیه دوم کاستیگلیانو که عرض کردم ما بیشتر از این قضیه استفاده کردیم قبلا تو تحلیل هایی که انرژی بیس بود و میخواستیم جابجایی در یک سازه رو در اثر بارگذاری معلوم در واقع مشخص پیدا بکنیم. اینه که این رابطه 107 که به عنوان قضیه دوم کاستیگلیانو هست رو عرض کردم که ما بیشتر قبلا باش آشنا بودیم و کار میکنیم، که اینجا خب حالا با توجه به این در واقع نکاتی که تو این یکی دو فصل گفته شده اثبات کردیم هر دوتا قضیه کاستیگلیانو رو. خب بریم سراغ قسمت بعدی که در واقع به این نکته اشاره میکنه که یو استار با یو برابره برای یک ماده الاستیک خطی، و در نتیجه اون قضیه دوم کاستیگلیانو رو برای مواد الاستیک خطی، برای جسمی که از مواد الاستیک خطی تشکیل شده باشه، ما میتونیم بنویسیم که دلتا های همون روند یو به روند کیو آی هست. اینجا رابطه اصلی اینه، یعنی دلتا آی هست روند یو استار به روند کیو آی، اما چون ماده الاستیک خطی هست، ماده الاستیک خطی هست، ما میتونیم بنویسیم دلتا آی رو به صورت روند یو به روند کیو آی به جای روی یو استار، در واقع یو رو ما اینجا جایگزین کردیم. خب بریم سراغ یک مثال، مثال در واقع 3 فصل 2 که در واقع داره بیان میکنه که یک سیستم شامل دو میله های AB و BC که در نقطه B یک بار در واقع 10,000 پوندی به سمت پایین بهش اعمال شده، هر دو تا میله سطح مقطع 1 اینچ مربع رو دارن و از ماده‌ای تشکیل شدن که رفتار الاستیک غیر خطی دارن، و این رابطه را به این صورت مشاهده میکنه که تاو هست 6.5 اپسیلون به نمای 1/2 رادیکال اپسیلون، و اینجا در واقع میخواییم جابجایی عمودی دلتا برای اون نقطه B که بار بهش اعمال شده در واقع ما محاسبه بکنیم، و اینم نمودار تنش کرنش الاستیک غیرخطی هست که رابطش توی قسمت قبلی داده شده. خب با توجه به اینکه سیستم از نظر استاتیکی معین هست، ما میتونیم نیرو در هر عضو رو پیدا بکنیم، و مشاهده میکنید که در واقع در عضو BC و در عضو AB با یک معادله تعادل خیلی ساده که توی گره B در واقع نوشته شده، ما تونستیم نیروی عضو BC و نیروی عضو AB رو پیدا بکنیم بر حسب P، و همینطور با توجه به اینکه در واقع سطح مقطع یونیفرم ثابت 1 اینچ مربع هست اینجا داده شده، میتونیم تنش های عضوهای BC و AB رو در واقع ما داشته باشیم در رابطه 110. حالا انرژی کرنشی مکمل در واقع نوشته شده یو استار که انتگرال روی حجم انتگرال اپسیلون دی تاو دی والیوم هست، که حالا هم برای عضو BC و هم برای عضو در واقع عرض کنم که AB نوشته شده. این عبارت اول برای در واقع BC هست، این عبارت بعدی برای AB هست، که اینجا حالا به اشتباه تای BC نوشته شده که باستی تای AB باشه، که بعد حالا در واقع انتگرال روی حجمش گرفته میشه و به جای دی والیوم هم
آ ضرب در دی ال نوشته بشه، حالا A چون ثابت هست به صورت آ دی ال نوشته بشه، که در نهایت بعد از ساده سازی هایی که فکر نکنم در اثر خاصی داشته باشه میرسیم به این رابطه 1.65 در تورم منفی 9 پی به نوای 3 که بالا انرژی پتانسیل انرژی کرنش انرژی در واقع کرنشی مکمل رو ما اینجا بر حسب پی به دست آوردیم. حالا با استفاده از قضیه کاستیگلیانو، با استفاده از قضیه دوم کاستیگلیانو بهتره بگیم، دلتا محاسبه خواهد شد که میشه روند یو اس تار به روند پی که به صورت معادله 112 مشاهده میکنید، که اگر پی رو بر اساس اون دیتایی که به صورت اعدادی که تو خود صورت مسئله داده شده جایگزین کنید، دلتا در واقع مقدار جابجایی نقطه بی به صورت 482 هزارم اینچ در واقع به دست خواهد اومد. دقت داشته باشید که دلتا رو در جهت نیروی پی ما به دست آوردیم، یعنی اینجا الان چون جابجایی قائم نقطه بی رو می‌خواستیم پیدا کنیم، دلتا چون در راستای پی بوده در واقع به این صورت به سادگی محاسبه شده. و شما میدونید که اگر مثلا فرض کنید اینجا من بخوام جابجایی افقی نقطه بی رو داشته باشم، بایستی یک در واقع نیروی مجازی در نقطه بی اعمال کنم و بعد که بتونم حالا اونجا مثلا فرض کنید بگم که x بی x در واقع جابجایی افقی نقطه بی خواهد شد روند عرض کنم که u به روند در واقع حالا نیروی F، نیروی F افقی که فرض کن در نقطه B اثر کرده. این رو قبلا شما تو تحلیل حتما داشتید، ولی این نکته در واقع بایستی اینجا اشاره بشه و تأکید بشه که این دلتا I و QI در راستای همدیگه هستن. این Q اگر جنس نیرو هست در هر راستایی، این دلتا هم از جنس جابجایی خواهد بود در راستای همون QI، یا اگر QI گشتاور باشه اون دلتا I دوران خواهد شد همجهت با اون در واقع QI. اینی که حتما این دوتا بایستی متناظر باشن با هم دیگه و شما قبلا داشتید که اگر مثلا فرض کنید عرض کردم تو نقطه B ما بخوایم جابجایی افقی رو پیدا کنیم، بایستی یک نیروی مجازی تو نقطه B در راستای افق وارد کنیم، بعد جابجایی در واقع افقی نقطه B رو با استفاده از این رابطه حالا 109 یا قبل‌تر در رابطه 107 بخوایم پیدا بکنیم، تو اون رابطه اون نیروی افی که مجازن وارد کردیم رو صفر قرار میدادیم، چیزی که قبلا باش در واقع ما سر و کار داشتیم. خب مثال بعدی، مثال 4 فصل دوم که یک خرپار در واقع نشون داده و میبینید که در واقع یک خرپای عرض به خدمت شما 6 عضوه، نقاط کاملا مشخصه، یه نیروی افقی یک در واقع یک کی در نقطه دی اعمال شده و یک نقطه نیروی دو کی هم در نقطه بی اثر کرده، نیروهای یک کیلوپوندی و نیروهای در واقع دو کیلوپوندی که در نقاط دی و بی اثر کرده. اینجا گفته که تغییر شکل کلی نقطه سی رو پیدا بکنید و تو این نقطه سی ما بایستی در واقع یک نیروی مجازی اعمال کنیم تا بتونیم جابجایی متناظر اون رو پیدا بکنیم. این کار انجام شده و در واقع در نهایت هم این نیروها برابر با صفر قرار داده شدن. تو نقطه C یک نیروی قائم Q قرار دادیم و یک نیروی افقی P، یک نیروی افقی P هم باید در نقطه C وارد بشه تا بتونیم جابجایی های افقی و قائم نقطه سی رو پیدا بکنیم. پس علاوه بر نیروی قائم کیو، نیروی افقی پی رو هم در نقطه سی در واقع وارد کردیم. بعد با استفاده از در واقع تعادل ما همه 6 عضو رو در واقع نیروهای داخلش رو بر حسب پی و کیو و اون در واقع دو تا نیروی دیگه‌ای که اثر کردن، نیروی 1 کیلوپوندی و 2 کیلوپوندی که اینجا می‌بینید، در واقع محاسبه شدند و همه نیروهای اون 6 تا عضو. و حالا برای اینکه انرژی کرنشی کل رو محاسبه کنیم، انرژی در واقع پتانسیل کرنشی یو رو حساب کنیم، در واقع یو رو خواهیم داشت انتگرال وی انتگرال تاو دی اپسیلون دی والیوم، که این عبارت اول رو ما در واقع نوشتیم، انتگرال چون دی والیوم رو به صورت آزاد در ال نوشته شده در واقع، و تا دی اپسیلون هم که به جای دی اپسیلون نوشتیم دی تا تقسیم بر ای، و این هم چون رابطه رو الاستیک خطی فرض کردیم به سادگی به این صورت نوشته شده، یا اگه به جای تا جایگزین کنیم اف تقسیم بر ای، میرسیم به این رابطه آخر که شما حتما تو قضایای کاستیگلیانو که قبلا مطرح در واقع مطالعه می‌کردید برای بررسی خرپاها باهاشون سر و کار داشتید، یعنی اینکه این رابطه انتهایی 115 برای شما آشناست برای میله ها که قبلا تو تحلیل خرپا استفاده میکرد.
در نهایت در واقع ما میتونیم انرژی پتانسیل کل رو برای کل سیستم به این صورت به دست بیاریم، برای کل خرپا و برای اینکه تغییر مکان افقی نقطه سی رو پیدا بکنیم، یعنی دلتای H خواهد شد روند U به روند P، با فرض اینکه P و Q رو مساوی صفر قرار بدیم میرسیم به این رابطه که اینجا شما در واقع مشاهده میکنید و دلتا H در واقع مقدار تغییر مکان افقی نقطه سی به این صورت به دست خواهد اومد. این منفیه در واقع نشون میده که در جهت خلاف نیروی پی جابجایی خواهیم داشت، یعنی نیروی پی به سمت راست بوده، این چون منفی شده یعنی که نقطه سی به سمت چپ، به سمت افقی به سمت چپ در واقع جابجا خواهد شد. برای دلتا وی هم کافیه که روند یو به روند پی رو حساب کنیم، اصلا روند یو به روند کیو حالا باید حساب بشه با توجه به این رابطه، روند یو به روند کیو در واقع حساب بشه و روند U و روند Q اگر حساب بشه با این نقطه در نظر داشتن این نقطه که P و Q مساوی صفر هستند، در واقع در نهایت دلتای V هم به این صورت به صورت 106.5 تقسیم بر EA در واقع دست خواهد اومد که دلتای V چون مثبت شده یعنی اینکه در واقع نقطه C حتما در راستای قائم، در راستای قائم در واقع جابجا خواهد شد، در راستای همین نیروی کیو که نشون داده شده و به سمت پایین در واقع جابجا خواهد شد. خب این از مقادیر جابجایی افقی و قائم یک نقطه‌ای که نیروی بهش اعمال نشده بود و ما می‌خواستیم مقادیر جابجاییش رو پیدا بکنیم که دیدید نیروهای مجازی اعمال کردیم و در نهایت برابر با صفر قرارش دادیم. خب اجازه بدید دیگه من ادامه بحث رو که مربوط به روش‌های تقریبی هست رو در واقع در ویدیوی بعدی در موردش صحبت کنیم.